پنج روز کشتار غیر نظامیان در نتیجه زلزله ویرانگر در خاورمیانه، به قدرت دلارهایی که جمهوری اسلامی در جیب حماس و دیگر گروه‌های تروریستی فلسطینی گذاشته. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حمایت از حماس در حمله به اسرائیل را رد کردند. مقام‌های دولت بایدن هم هنوز اصرار دارند که ردی از دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در این حملات پیدا نکردند. آیا ایران از قبل از این حمله مطلع بوده یا به برنامه ریزی یا هدایت این حمله کمک کرده؟ ما نمیدونیم. تا این لحظه که من اینجا پشت تریبون ایستادم نمیتوانیم این مسئله را تایید کنیم. اما مقام‌های حماس و جهاد اسلامی در دو دهه اخیر بارها آشکارا از حمایت جمهوری اسلامی گفتند. دو گروهی که رهبرانشان سه ماه پیش همزمان به تهران آمدند و با خامنه‌ای دیدار کردند. زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، سه سال پیش در مصاحبه با تلویزیون القدیر عراق جزئیات کمک جمهوری اسلامی به این گروه و حماس را فاش کرد. ایران سالانه 150 میلیون دلار به حماس می‌دهد. این را در 10 سال ضرب کنید چقدر می‌شود؟ 1.5 میلیارد دلار. و اگر آن را در 20 سال ضرب کنید 3 میلیارد دلار. این یک ریاضی ساده است. من چیزی اختراع نمی کنم و این فقط برای حماس است. این کمک ها 30 سال است که ادامه دارد. اگر من تمام پولی را که ایرانی ها در این 30 سال به فلسطینی ها دادند حساب کنم میلیاردها دلار است. تیر ماه سال 98 در اوج تحریم های فلج کننده ترامپ، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس به تهران رفت و با خامنه ای دیدار کرد. به نوشته جرزلان پست، پس از این دیدار به دستور خامنه ای کمک سالانه جمهوری اسلامی به حماس 3.5 برابر شد و به 360 میلیون دلار رسید. 16 سال پیش جنبش فتح پس از درگیری گسترده با حماس فاش کرد که ایران هم به این گروه پول میرساند، هم نیروهایش را در غزه آموزش میدهد. یک سال بعد یک مقام ارشد حماس در گفتگو با روزنامه تایمز لندن خبر داد که چند صد نیروی حماس در 7 گروه به تهران رفتند تا سپاه پاسداران به آنها آموزش نظامی بدهد. این مقام ارشد پرداخت تهران به حماس را تایید کرد و جمهوری اسلامی را مادر حماس خواند. همان چیزی که در زبان فارسی نچندان سخت به آن مادر خرج میگویند. 4 سال پیش محمود الزهار از رهبران ارشد حماس فاش کرد که قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در فرودگاه تهران با چمدان پول نقد به آنها داده. در فرودگاه 22 میلیون دلار را در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیش از این بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمی توانستیم بیش از این مبلغ را حمل کنیم. 2 سال پیش اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در مصاحبه با شبکه الجزیره تایید کرد که جمهوری اسلامی تنها در یک مورد 70 میلیون دلار به حماس پول داده تا به گفته او قوای بازدارندگیشان در مقابل اسرائیل تقویت شد. پولهایی که به نظر با همین توجیه به حمله حماس به اسرائیل منجر شده. با فجایع انسانی که حسن خمینی، نوه روح الله خمینی، آن را مظلومیت مهاجمانه خوانده. حمله‌ای که به کشته شدن دست کم 1200 اسرائیلی انجامیده و مرگ بیش از 1000 فلسطینی و البته ویرانی قریب الوقوع غزه در نتیجه واکنش اسرائیل. اگرچه دبیرکل جهاد اسلامی پیشتر گفته بود پول بازسازی این ساختمان‌ها را هم جمهوری اسلامی می‌دهد. اگر اسرائیل امروز خانه‌ای را در کرانه باختری ویران کند، این ایران است که برای بازسازیش پول می‌پردازد. همچنین سلاح‌هایی که فلسطینی‌ها برای جنگ استفاده می‌کنند از ایران می‌آیند. ایرانی‌ها یا هزینه این سلاح‌ها را می‌پردازند یا آنها را تهیه می‌کنند. با این حال فعلا دولت بایدن مثل خامنه‌ای مدعی است جمهوری اسلامی در حملات اخیر حماس نقش مستقیم نداشته. حکومتی که در 4 دهه اخیر تجارت مرگباری را در منطقه راهبری کرده. پرداخت پول به حماس و دیگر گروه‌های تروریستی فلسطینی برای حمله به اسرائیل و بعد پرداخت پول بازسازی خرابه‌های جنگ. سیکل معیوبی که ادامه‌اش میلیاردها دلار برای مردم ایران آب می‌خورد. مشتبه پور محسن، لندن.